واقعی باشن. شما در اصل اینهایی که داریم میگیم رو داریم باش تو بخش اِوالوییت اون داریم، زمانی که داریم اِوالوییت میکنیم اینها رو داریم توش در نظر میگیریم. شما نمیتونید روی چندین مسئله مختلف فوکس بکنید، تو یه مسائل مختلف نمیتونید فوکس داشته باشید. پس بنابراین باید سعی کنید تعداد اون چیزهایی رو که میخوای روش فوکس بکنید در گول‌ها تعدادش محدودتر بشه و دوره محدودتر بهش فکر کرده باشید، تا اینکه هی تعداد زیادی مسئله رو بخوای روش فوکس کنید. خیلی وقتا اشتباه محاسبات زمانبندی رو در نظر میگیرید، یعنی زمانی که میان یه زمانبندی رو در نظر میگیرن، درسته که ما اومدیم اسمارت رولز رو توش در نظر گرفتیم و آخرین پوینت رولز اسمارت تایم بندیش بود، زمانبندیش بود، ولی باید حواسمون باشه زمانی که داریم تو اکشن پلنمون رو داریم تنظیم میکنیم و چکلیستمون رو مسائل اکشن پلن رو میبینیم، دقت بکنیم که دست کم نگیریم زمان رو و زمان رو درست توش دیده باشیم. یکی از چیزایی که تو گول ها در نظر گرفته نمیشه به خصوص تو اکشن پلن، من اینو فکر کنم تو درس بیزنس پلن یا مارکتینگ پلن گفتم، بیشتر تو مارکتینگ پلن شاید گفته باشم، موفق نشدن در طول اجرای برنامه است. موفقیت ها رو، موفق نشدن ها رو جدی بگیریم. هر جایی که میبینید موفق نشدی معنیش این نیست که به درد نخورد. موفق نشدن از دلش یه عالمه چیز آدم یاد میگیره، انقدر از دلش پوینت میاد بیرون، میبینه ای من پس این کارو میکنم برایش، اون کارو میکنم، این تیپ کارا رو میتونم در دنیاش انجام بدم برای اینکه موفقیت های خودم رو تضمین کنم. یعنی که یادگیری که از عدم موفقیت به دست میاد رو در طول این آپدیت کردن ها استفاده میکنیم. زمانی که گفتیم میریم آپدیت میکنیم پلنمون رو، اینجا از این استفاده میکنیم که اونجا توش دست ببریم. ما توی یه چیزی رو اونجا در بارش صحبت کردیم که گفتیم که اولش که داشتیم گولا رو نمی‌نوشتیم، گفتیم که دقت کنیم ببینیم چی برای ما خوبه، چقدر واقعا ما اون چیزی که ما خودمون می‌خوایم. اینو در طول زمان تو اِوالوییت کردن دوباره بهش بررسی می‌کنیم که ببینیم واقعا اون چیزی که ما خودمون می‌خواستیم یا تحت تاثیر دیگران یا خواسته‌های دیگران توش اعمال کردیم، یا مثلا دیدیم یه نفر کارش خیلی درسته، تو اون خیلی وارد بوده، ما ممکنه تحت تاثیر اون داستان قرار گرفته باشیم و اون باعث شده که ما اون بخش از گول رو نگه داریم در گول هامون. تو اکشن پلن یکی از کارهایی که داره اتفاق میفته تو ریویو هایی که داریم میکنیم این است که میریم همین رو آپدیت میکنیم که اگر گول هایی است که الان دیدیم آقا با ما مچ نیست، ما بر اساس تاثیر گرفتن از دیگران اینو تو گول هامون گذاشتیم، اون رو در میاریم از توش. چیزی باید باشه که ما برای خودمون میخوایم، واقعا به ما باید بخوره، با فضای ما جور در بیاد. بحث نگاتیو رو به شما گفتم که دقت بکنید منفی بافی اصلا نکنید تا جایی که ممکنه، تا جایی که میتونید. بعد ریویو کردن پلنتون، ریویو کردن گول هاتون و مسیرهایی که برایش تعریف کردین تو اکشن پلن بهتون کمک میکنه که هی مسیر رو اصلاح بکنید، چک لیستاتون اصلاح بشه و اون پلن هایی که بر این اساس نوشته شده رو هم همه رو تحت تاثیر قرار میده. در کنار اینکه گفتم حواستون باشه که فوکستون رو صد تا چیز نباشه، نیاین یه تعداد زیادی گول تعریف بکنید. تعداد زیادی گول اون فوکس رو عملا از شما میگیره و شما رو دور میکنه از اجرای یه گول. در زمانی که دارین یه اکشن پلن تنظیم میکنید برای گول هاتون، برای این گول هایی که پیاده کردین، یه دو سه تا در اجرای در از گول ها شما دو سه تا مسئله براتون وجود داره که باید دو سه تا رولز بزرگ رو باید بدونید. اونم این است که آدمیزاد کلن درگیر دو مسئله است، یکی این که بحث حرکت کردن و رفتن به سمتیه و یکی هم تنبلی و سستی که میخواد به سمتی بره. این دوتا عامل بسیار بزرگ هستن در کار که
شما باید ببینید که سستی هات و تنبلی هات در کدوم گوشه های از این نقاط ضعف، در کدوم نقاط این به چشم میاد، در اجرای این طرح‌ها، در اون اکشن پلن، در اجرای اون طرح‌ها اینا داره کجا به چشم میاد که شما برداری چیکار کنید، برداری بری به این سمت که تا جایی که میتونی اونو تبدیلش کنی با یه فرمولایی که میتونه برن به کاراکتر تو، به شخصیت تو میخوره، اونو تبدیلش کنی به انجام، یعنی با گل‌های مرحله مرحله تعریف کردن مراحل مختلف کار خودت رو برسونی به اینکه کارت رو بری و انجام بدی. در اهمیت گل همین بس که موفقیت رو میگن، یعنی گل‌ها، یعنی رسیدن به گل‌هات میشه موفقیت و دیگه تقریبا هیچ چیز دیگه ای تو این قضیه اهمیت نداره که آدم برسه به گل‌هایی که تعریف میکنه. پس بنابراین برای رسیدن به این گل‌ها، چه حالا در دنیای پرسونال چه در دنیای بیزینس، شما به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی‌کنید جز اینکه چطوری گل‌هاتون رو به یه انجام برسونید و واقعیش بکنید در اجرا. یه سری پوینت هایی رو با هم دیگه صحبتشو میکنیم در این که برای پرسونال، اون کسانی که دنبال این هستن که زیاد ما حالا بحثمون همش بیزینسیه، ولی اون کسایی که دوست دارن چون بخشی از بخش که چرس کنن مجری اجرای یه بیزینس، یه پرسونال، یه شخص، یه فرده، بعضی جاها من اشاراتی به مسائل پرسونالی افراد میکنم و چه فرمول هایی رو که استفاده کنن در ساختن خوب خودشون در مسیری که دارن. حالا تو بحث گول هم خیلی سریع مرور میکنیم، برای اینکه یه پرسونال گول رو بخوایم حالا ست بکنیم، گول های پرسونال رو داریم ست میکنیم، همه اون قواعد قبلی که عرض دادیم رو مسلماً در نظر میگیریم، ولی خب یه سری چیزهایی هم هست که مربوط میشه به پرسونال که الان بیشتر اون بخشی که بیشتر به این تخصصی به این ربط داره میکنه در نظر. پلن پرسونال تو زندگی در اصل برای این داره نوشته میشه که شما به روش خودتون زندگی کنید. هر کس روش زندگی خودشو داره. شما داری پلن میکنی برای زندگی، گولهای پلنتو داری، گولهای زندگیتو داری پیاده سازی میکنی که بتونی به روش خودت با توانایی های خودت زندگیت رو انجام بدی و به این گولها برسی. برای اینکه این گولها رو بخوای برسی بهش، مثل همون اول که صحبتی کردیم، شما یک مجموعه گولهای بزرگ زندگی تو شروع میکنی نوشتن، جلوش میای اینها رو خوردش میکنی و بگاه میکنی که با چه مسیری براش تعریف بکنی که میتونی به این گولها برسی. یعنی اول از همه گولها تو به صورت بزرگ مینویسی برای اینکه گولهای زندگی چیه، بعدش خب اونها رو به طور مشخص تری پیاده سازی میکنی که آقا من این گولها به طور مشخص چی هست و این گول ها رو طبق همون روش که صحبت کردیم، فقط اینجا در پرسونال لایف بیشتر شروع میکنه، اینجا سری و سر میری سر اینکه برای خودت یه مسیرهایی رو تعریف کردن که چجوری میخوای بهش برسی. گول های زندگی بیشتر شامل این تایتل ها میشه، یکی شغل، یکی بحث مالی در زندگی، یکی بحث تحصیلات، یکی بحث خانواده است، یکی بحث هنری زندگیه، به چه شکلی در مسائل هنری بهش نگاه میکنه، یکی فیزیک بدنه، از استایل بدنه که به چه شکلی به خودش نگاه میکنه، یکی بحث تفریحات زندگیشه که چطوری میخواد تو زندگی حال بکنه، میخواد زندگی چجوری لذت ببره از زندگیش، یکی مسائل که خیلی در دنیای این ور مسئله مهمیه، حالا اونجا هم باید جا بیفته، مهم بودن برای جامعه، نقشی که میتونی تو برای خودت در جامعه داشته باشی و به درد دیگران بخوری، اون رو در برای خودت چه تعریفی داری، چه نقشی برای خودت میبینی که بتونی در جامعه چه نقشهایی رو اعمال کنی که بتونی به درد دیگران بخوری. این نکات رو در مورد خودت در نظر میگیری و نگاه میکنی که خب حالا با توجه به این پلنی که اون گولهایی که من در زندگیم با توجه به در نظر گرفتن اینها باید در نظر بگیرم، میام شروع میکنم چیکار کردن، میام برای اینها یه خدمت شما عرض شود که
مجموعه ای از گول های کوچولوتر تعریف میکنم و یه تو دو لیست درست میکنم که برای اینکه میخوام به این گول هام برسم شروع میکنم تعریف های کوچیکتر کردن، یه تو دو لیست که آقا من امروز روزانه هفتگی ماهانه این کارا رو بکنم که قبلتر بهش اشاره کردیم و برسم به این گول ها. پس گول ها رو بر اساس اون مسائل کلیدی زندگی که صحبت کردیم تعیین میکنیم. میخوایم برای اینکه اینها رو ایمپروف کنیم، به این خواسته ها برسیم، اونها رو بر اساسش تنظیم میکنیم. هر چند وقتی دفعه مسلما طرحمون رو طبق معمول نگاه میکنیم، چک میکنیم و مطمئن بشیم که این طرح، میگم این گول هامون همه قواعد پنجگانه اسمارت توش رعایت شده و شدنیه و توان ما هست که به اون برسیم. طرحمون رو اولین قدمش این است که به عنوان بخت، به خصوص وقتی داریم بحث پرسونال میکنیم، باید خیلی استایل نوشتاریمون مثبت باشه و از توش، از تو منفی بافی به صورت کامل دوری کرده باشیم. قدم دومش این است که توی این پیاده سازی گول هامون باید خیلی مو به مو دقیق همه رو نوشته باشیم، یعنی هیچ چیزی رو توش جا ننداخته باشیم و بدونیم که داریم تیب از اینجا میریم به اینجا، از اینجا به اینجا، و با دقت مسیر راهمون رو توی اون گولمون تعریف کرده باشیم. یه اهم و فل اهم باید بکنیم که ببینیم چی مهمه چی مهم نیست، و اون اهمیت دارترها مسلما باید توی بالای جدول کاری ما قرار بگیره. کل اینا رو باید پیادش بکنیم و بیاریمش رو کاغذ، و مسیری که داریم برایش تعریف میکنیم مسیر خیلی، مسیرهای کوتاه کوچولو کوچولویی برایش تعریف میکنیم، و هیچ مسیرمون اینقدر طولانی نشه که، و گولهای اینقدر بزرگ نشه باشه که خستمون بکنه و تو طول راه بخواد ما رو زده کنه و هی ما نتونیم به اون گولمون عمل، به اون هدفهایی که تعریف کردیم، اون مسیری که برای اون هدف رو تعریف کردیم و بهش اهمیت نتونیم بدیم یا خستمون کنه نتونیم ادامهش بدیم. پس بنابراین هی گولای کوچولو 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 تعریف میکنیم و مسیرهای کوتاه 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 که هی یکی یکی بهش برسیم و بریم بعدی. هیچ چیز هی بلند مدتی تعیین نکنید. اگه میخواین قهرمان زیبایی اندام بشین، شما باید از امروز به فکر قهرمان زیبایی اندام نباشید، از این تیکه 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 هی مسیر براش تعریف کن، بگو من اینا رو میرم تا میرسم به اون نقطه قهرمانی که میخوام بهش برسم. خیلی واقعی به گولات نگاه میکنی، این بخشی از اون، بخشی از اون اسمارت روزای پنجگانه است که دیگه ما مشکل نداریم و همه رو قبلش تست کردیم و میدونیم بعد این کارا رو کرده باشیم. مبنای گول هات رو بر این بذار، بر مبنای توانایی ها و اجرا تعیین کن روش هایی که داری، وظایفی که برای خود چک لیستی که می‌نویسی، نه بر اساس اینکه آخرش قرار چی بشه. بیشتر به توانایی خودت دوش نقشه بکشی. شما وقتی به خودت داری نقشه میکشی و توانایی موجود خودت نقشه میکشی، این شدنی تر میشه. هر گول کوچیکی رو دیدی خیلی ساده بهش رسیدی، بدون زحمت اگر رسیدی بهش، خب گول بعدی تو یه هوا سخت‌ترش کن، ولی اگر برات سخت بود نشون میده که هنوز باید یا تو همون مسیر بری یا یه خورده باید ساده‌اش بکنی که بتونی از مسیرها رو برات هی گولهای کوچیک دستیافتنی تعریف میکنی که تون تون بهشون بتونی برسی. هر جای دیدی برات خیلی ساده بود، بعدی رو یه هوا سخت میکنی. اما اگه دیدی سخت بود، یا رو همون میمونی یا اینکه یه هوا ساده میکنی که بتونی بهش برسی، که این برات ایجاد اون پازیتیو، اون انرژی رو بکنه که همینجوری یکی بعد از دیگری بری جلوتر. وقتی دیدی که یکی داره خیلی مسیر طولانی شد برات، خارج از اون پلنت رفت، نقشه کوتاه‌تر بود ولی یه مسیر طولانی دیگه و شواش داره ناامیدت میکنه، قطعا و دنبال راهو که نگاه میکنه تو جدوله توش دست ببری و اونو اصلاحش کنی. هر چیزی که در طول راه کاربردی بود برات، برای یاد گرفتی و خیلی خوب برات کار کرد، اون رو همیشه به عنوان یه چیز دائمی با خودت داشته باش و اونو به عنوان یه چیزی که یاد گرفتی با خودت نگه دار. و برعکسش، وقتی در طول مسیر داری میری و یه چیزی رو کمبود احساس میکنی، کمبود دانش توش میبینی، کمبود مهارت داری توش میبینی و فکر میکنی که میلنگی و باید اونو بتونی، باید اصلاحش کنی که بتونی
خوب انجامش بدی حتما بهش گیر بده که بتونی خودتو اونو برو مهارتتو در اون زمینه ببر بالا و خودتو سعی کن تو اون زمینه قوی کنی. یه در دنیای پرسونال خب مسلماً برای گول هایی که نوشتی یه دونه ددلاین هایی داری تعیین میکنی، برای همین گفتیم که تو مسیر کاری که تو برایش تعیین کردی برای کار خودت، گفتیم گول های کوتاه کوتاه و کوچولو کوچولو، مسیر های کوتاه کوتاه تعریف بکن و که بتونی بهشون برسی. اما این وسط ددلاین براش گذاشتی. وقتی میگی مسیر تعریف کن، معنیش این است که شما مسیر کوتاه تعریف کن، منظور از مسیر کوتاه، حالا یه خورده معنی دارترش بخوام بکنیم، معنیش این است که باید ددلاین داشته باشی، یعنی شما بدونی در یک زمان مشخصی باید به این گولت رسیده باشی. در طول مسیر باید موانعی که بهش میخوری رو شناسایی کنی و این موانع رو برداری و در طول اون اجرایی که داره بدی موانع تو راه قرار میگیره، فرمولاشو پیدا کنی و اگه ندیده باشی که اون موانع رو بتونی برطرفش بکنی. از دیگران سعی کنید کمک بگیرین، یعنی در طول مسیر راهتون ببینید شما افرادی رو که ندیدین و یا در راه شما قرار گرفتن و میتونن به درد شما بخورن، یا به طور در طول راه دارید شناسایی میکنید افرادی رو که میتونن تو مسیر به کار شما بیان، این رو بردارین و ازشون بخواین یا به عنوان ابزاری بشه براتون در جهت پیشرفتتون، و از دیگران کمک بخواین در حالا چه فکری چه عملی که در کار شما به کار شما بیان. خیلی آدم های ارگانایزی نیستن، آدم